عجب افتخار غیر منتظری. ممکنه به من بگی خیال داری واقعا چی کار کنی؟ مگه چی کار میکنم؟ تو خونه دنبالت گشتم نبودی؟ تو باغ کار میکردی، نخواستم مزاحم بشم. تو وقتی غیبت میزنه مزاحم من میشه. من غیبم نزد، رفتم قدم بزنم. قدم بزنی؟ فقط همین قدم بزنی؟ ویرجینیا باید بریم خونه، نلی داره شام میپزه، به اندازه کافی روز مشکلی داشته. این تعهد ماست که شام نلی رو بخوریم. هیچ تعهدی نداریم، چنین تعهدی اصلا وجود نداره. ویرجینیا لاغر، تو با آسایش تعهد داری. خیلی این ممنوعیت رو تحمل کردم، دیگه از زندانی بودن خسته شدم. ویرجینیا، دکترها همه جا مواظب منن، همه جا دکترها همش مزاحم منن و راجع به علایقم با هم حرف میزنن. اونا علایق تو رو میشناسن؟ نمیشناسن. اونا به خاطر علایق من با من حرف نمیزنن. ویرجینیا، من متوجهم که باید سخت باشه که زن با استعدادی مثل تو ببینه نمیتونه در مورد وضعیتش قضاوت کنه. کی میتونه بهتر از من قضاوت تو کنه؟ تو سابقه داری؟ تو در گذشته بستری بودی، ما آوردیم ریچموند برای اینکه تو سابقه سردرد و قش و فراموشی و شنیدن صداهای عجیب و غریب داشتی. ما آوردیم اینجا که تو رو از اون لطمه قطعی که داشتی به خودت میزدی نجات بدی. تو دو بار خواستی خودکشی کنی. من هر روز با این وحشت زندگی میکنم. ما اون چاپخونه رو همینجوری بی دلیل راه ننداختیم فقط به خاطر خود چاپخونه، بلکه برای این راه انداختیم که شاید یه جای آماده برای اشتغال و معالجه تو باشه. مثل کار سوزن دوزی، نه؟ اون کارو فقط برای تو کردم، فقط به خاطر صلاح تو بود، همش از روی عشق بود. به خدا اگه نمیشناختمت میگفتم خیلی قدر نشناسی. من قدر نشناسم؟ تو به من میگی قدر نشناس؟ زندگی من ازم دزدیده شده. دارم تو شهری زندگی میکنم که هیچ انگیزهی برای زندگی ندارم. دارم یه وضعی رو میگذرونم که تمایلی برای ادامهش ندارم. آخ چطوری اتفاق افتاد؟ الان دیگه وقتشه که برگردیم لندن. دلم برای لندن تنگ شد، دلم برای زندگی لندن تنگ شد. این تو نیستی که حرف میزنی ویرجینیا، این بخشی از بیماری تو. این خود منم. این تو نیستی. این خود منم. این صدای تو نیست. این صدای من. این از همون صداهاست که میشنوی. اشتباه میکنی، مال خودمه. دارم توی شهر میمیرم. اگه خوب فکر کنی ویرجینیا، یادت میاد این لندن بود که تو رو مریض کرد؟ اگه خوب فکر کنم، اگه خوب فکر کنم، ما آوردیم به ریچموند که بهت آرامش بدیم. اگه خوب فکر کنم لئونارد، بهت خواهم گفت که دارم به تنهایی توی تاریکی کلنجار میرم، توی تاریکی مطلق، و فقط خودم قادرم ببینم، فقط خودم حالم رو درست میشناسم و میفهمم. تو به هم میگی داری با وحشت از بین رفتن من زندگی میکنی. لئونارد، منم باهاش زندگی میکنم مثل تو. این حق منه، این حق هر انسان زنده‌ایه. من این هوای خوب و تمیز بیرون شهر رو انتخاب نمیکنم، اما دست اندازه خشن لندن رو دوست دارم. این انتخاب منه. بدترین بیمارا، حتی بی ارزشترینشون، اجازه دارن که خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن. اینجوری انسانیت خودشو تعریف میکنه. ای کاش به خاطر تو فقط لئونارد میتونستم تو این آرامش خوشحال باشم. اما اگه قرار باشه بین ریچموند و مرگ یکی رو انتخاب کنم، مرگ رو انتخاب میکنم. خیلی خوب، پس لندن. ما برمیگردیم لندن.
گرسنه نیستی؟ من که ذره گرسنه‌ام. قطار لندن جایگاه 1. این قطار لندنه که در واکسال توقف داره. نمیشه آرامشو با دوری از زندگی به دست آورد لئونارد.